به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. در کنفرانس ژنو برای حل مشکلات افغانستان، اشرف غنی میگوید رسیدن به صلح نهایی 5 سال زمان نیاز دارد. در ادامه برنامه، در ایران کاهش قیمت ارز در بازار آزاد ادامه دارد. هر دلار آمریکا تا 11600 تومان پایین آمد. فقط من رو ببرید ایران، علیرضا رضایی طنز پرداز ایرانی در فرانسه درگذشت. هشدار فعالان محیط زیست در مورد تنگی تکاب، دستور ساخت شهرک توریستی لغو شود. شبتون بخیر، نگین شیراغایی هستم. سلام، من رنا رحیم‌پور هستم. 17 سال پس از سقوط طالبان در افغانستان، این گروه همچنان سهم مهمی در ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی کشور داره. گروهی که میگوید مخالف حضور آمریکایی هاست و حاضر نیست حکومت مرکزی رو به رسمیت بشناسه. با آمریکایی‌ها پای میز مذاکره می‌نشینه، اما با دولتی که اعضایش رو افغان‌ها تشکیل می‌دهند، حاضر به مذاکره نیست. حالا اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید راه حلی در دست دارد. با کمک سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس بسیاری از افراد تاثیرگذار رو جمع کرده تا جامعه جهانی رو دور محور برنامه‌اش متحد کنه. هرچند خودش اعتراف میکنه که راه صلح میانبر ندارد و دست کم 5 سال زمان لازم است. اما درست در همین زمان طالبان در کابل حمله دیگر انجام داد. دهنکجی به اشرف غنی یا هشداری به جامعه جهانی؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با همکارانمون در کابل و ژنو ارتباط مستقیم داریم. خبرنگار ما روین رهنوش از کابل و همینطور داوود قاری‌زاده از ژنو همراه ما. روین، اول برای ما توضیح بده که چه گذشت امروز در کابل. بله نگین، خب شامگاه چهارشنبه یک گروه از حمله کنندگان انتحاری و تهاجمی بالای یکی از کمپانی های بریتانیایی در کابل حمله کردند. حمله گونه ای بود که در آغاز یک خودروی بمب گذاری شده در پیشروی کمپانی GS4 منفجر شد. بعد از اون هم شماری از مهاجمان با نیروهای امنیتی یا نیروهایی که در اون کمپ بوده با درگیری پرداختند. البته در این کمپ با نیروهای امنیتی افغان آموزش داده می شد. وزارت داخله افغانستان هرچند گفت که آمار تلفات تنها 2 کشته و 16 زخمی است، اما وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در این حمله دست کم 10 نفر کشته شدند و 19 نفر دیگر هم زخمی شدند. و ماهیت چنین حمله های نشان میده که ابعاد گسترده‌تر هم داشته باشه و میتونه که تلفات افزایش هم پیدا بکنه. در ضمن البته منابع امنیتی به بی بی سی گفتند که در میان کسانی که کشته و زخمی شدند شهروندان خارجی هم هستند. چیز دیگری که میخوایم یادآور شوم ای که خب گروه طالبان که حمله را به دوش گرفتن، اونا گفتن که این حمله را در واکنش به آنچی به گفته اونها علیه مردم و شهروندان در ولایت های ننگرهار، هلمند در این ولایت ها شده این حمله را انجام دادن و گفتن که این حمله را مشخصا هدفشان هم خارجی ها و داخله ها بوده. ممنونم رهنوش. داوود، در ژنو چه واکنشی به این حمله نشون داده شد؟ هنوز واکنش خاص ما در رابطه به این حمله نداشتیم، نه از مقام‌های افغان و نه هم از مقام‌های خارجی، ولی آنچه در اینجا اتفاق افتاد دو روز خیلی پرکار هم برای هیئت دولت افغانستان اینجا بود و هم برای نمایندگان جامعه جهانی که اینجا گرد هم جمع شده بودند که هم در واقع ارزیابی کنند که کمک هایی که به افغانستان در این مدت صورت گرفته و به خصوص کمکی که دو سال پیش در
اجلاس بروکسل به افغانستان تعهد شد که این چگونه به مصرف رسیده، آیا موثر بوده یا نبوده، و مهمتر از او مسئله طرح صلح و آشتی دولت افغانستان با طالبان بود که دولت افغانستان از روز اول در تلاش بود تا حمایت کشورهای منطقه و کشورهای جهانی را از این طرحش به دست بیاره، که تا حد زیاد در جریان روز دوم کنفرانس که بیشتر اختصاص داشت به همین مسئله، تقریبا همه سخنرانان از نمایندگان کشورهای مختلف، بازیگرهای خیلی مهم منطقه‌ای مثل چین، روسیه، پاکستان و ایران، نحو یک صدا از این طرح دولت افغانستان حمایت کردند. ولی در مجموع میشه گفت که دولت افغانستان دنبال هدفی که میگشت که باید همچون یک حمایت صورت بگیرن با او دست یافت. آنچه در جریان امروز در ژنو به اصطلاح صورت گرفت و رخ داد در گزارشی که درست کردیم با هم میبینیم. بیش از 60 کشور و 30 سازمان جهانی دور هم جمع شدند تا بار دیگر از ادامه حمایتشان از افغانستان به مقام های این کشور اطمینان بدهند. برای دولت افغانستان این مهمترین همایش بین المللی است، همایشی که نه تنها بر ادامه حمایت از توسعه اقتصادی افغانستان متعهد است، بلکه از طرح صلح دولت با طالبان هم حمایتش را اعلام کرد، طرحی که جزئیات آن در این نشست سوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام شد. خوشحالم که بعد از ماها مشورت با مردم کشورمان به یک نقشه راه برای مذاکرات صلح رسیدیم. ما نهادها و مکانیسم لازم را برای دستیابی به توافق صلح ایجاد کردیم و کم کم وارد مرحله بعدی روند صلح می‌شویم. ما دنبال توافقی هستیم که بر اساس آن طالبان بخشی از جامعه کثرت‌گرا و دموکراتیک باشد و طالبان باید به حقوق همه شهروندان از جمله زنان که در قانون اساسی آمده احترام بگذارند. قانون اساسی افغانستان را بپذیرند یا پیشنهادشان را برای تغییر قانون اساسی ارائه کنند. به نهادهای امنیتی و دفاعی احترام بگذارند و با هیچ گروه و یا سازمان تروریستی ارتباط برقرار نکنند. برغم طرح این پیش شرط‌ها برای صلح در افغانستان، حکومت وحدت ملی میگوید که برای آغاز مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط مطرح نکرده. دولت افغانستان یک تیم 12 نفری مذاکره کننده با طالبان را هم تشکیل داده که رهبری آن را سلام رحیمی، رئیس دفتر ریاست جمهوری به عهده دارد. چند زن هم عضو این تیم مذاکره کننده هستند. دولت افغانستان همواره تاکید کرده که رهبری روند صلح به عهده خود افغان ها باید باشد. گروه طالبان که مناطق وسیع را در کنترل دارد، در ماه‌های اخیر چند بار با نمایندگان دولت آمریکا دیدار کرده. این گروه اما دولت افغانستان را دست نشانده آمریکا میخواند و هنوز هیچ تمایل برای مذاکره با آن نشان نداده، چیزی که شاید بتواند نظر طالبان را عوض کند حمایت همه جانبه جامعه جهانی از مذاکرات به رهبری دولت افغانستان است. ما اینجا جمع شده ایم تا حمایت همه جانبه ایمان را از روند صلح کابل اعلام کنیم. معتقدیم که زمان برای شروع مذاکرات جدی فرا رسیده و زمانی که گفتگوها شروع شود طرفها می توانند روی حمایت همه جانبه و هماهنگ شده بین المللی حساب کنند. شاید حمایت کشورهای مهم منطقه از برنامه صلح به رهبری افغانستان دستاورد بزرگ برای دولت این کشور محسوب شود. کشورهایی مثل روسیه که اخیراً تلاش جداگانه ای را برای یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران افغانستان آغاز کرده، تلاشی که حاصل آن این نشست در مسکو بود، اولین نشست رو در روی طالبان با نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان. ما همکاری های من را با شرکای منطقه‌ای و دیگر طرف های زینف افزایش می دهیم و این همکاری ها در چارچوب نشست مسکو صورت می گیرد. مسکو به همکاری هایش برای تحکیم پایه حکومت افغانستان ادامه می دهد. یکی دیگر از بازیگرهای اصلی منطقه ایران است، کشوری که بارها سوی بعض مقامات افغانستان و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور و حمایت از طالبان متهم شده، اتهامی که تهران آن را همیشه رد کرده. چالش‌های جدید و قدیم هنوز سر جایشان باقی است. هنوز نیروهای خارجی هرگز نتوانستند ثبات را به منطقه بیاورند و این مثل همیشه زمینه رشد افرادگرایی را تقویت کرده. چالش جدید شکلگیری گروه داعش در افغانستان است که باعث خونریزی بیشتر و بسترساز نفاق‌های فرقه‌ای در این کشور شده. خطرناکتر از آن، داعش گروه‌های دیگری را که بر سر جذب نیرو رقابت می‌کنند افراطی کرده. The local groups in competition
our followers and recruits. افغانستان تا رسیدن به صلح راه درازی در پیش دارد. کابل و شرکای بین المللیش معتقد هستند که توسعه اقتصادی افغانستان وابسته به برقراری صلح و پایان خشونت هاست. جامعه جهانی هم در نشست ژنو بار دیگر تعهد کرد که افغانستان را در جریان مذاکرات صلح و حتی بعد از آن هم تنها نخواهد گذاشت. داوود قاری‌زاده، بی بی سی، ژنو. کنفرانس دوروزه ژنو دقایق پیش پایان یافت و در پایان هم یک بیانیه منتشر شده و در این بیانیه جامعه جهانی و تمام کشورها و سازمانهای بین المللی که در این کنفرانس شرکت داشتند بار دیگر از طالبان و دیگر گروههای شورشی مخالف دولت افغانستان خواستار ازی شدند که بیان از این فرصتی که ایجاد شده استفاده کنند و به روند صلح بپیوندند و خشونت‌ها پایان بدهند. اما حالا که کنفرانس تمام شده و همه دارن دوباره به کشورهایشان برمیگردند، گام بعدی برای دولت افغانستان چه خواهد بود؟ برای بررسی این موضوع سریا دلیل، سفیر افغانستان در سوئیس و همینطور نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل در اینجا در سوئیس رو با خود ما داریم. خانم دلیل، بسیار خوش آمدین. من فقط می‌خواستم اول بپرسم که واقعا چی از گام بعدی شما؟ تشکر از این فرصتتان. دیروز و امروز دو روز بسیار مهم برای افغانستان بود. تای هر دو روز کنفرانس بسیار مهم در مورد افغانستان با جامعه جهانی در ژنو دایر شد. اجازه بدین پیش از اینکه به سوال شما مشخصا بپردازم بگویم که دیروز بالای 4 موضوع تیماتیک صحبت شد که برای افغانستان اولویت داشت. در مورد تعلیمات حرفه‌ای بر زنان، سکتور خصوصی، مهاجرت، پناهندگی و عودت و در مورد خشکسالی، مسئولیت غذایی و معیشت در افغانستان. امروز جلسه مقامات ارشد بود که وزرای خارجه، هیئت کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد اشتراک کرده بودند. عنوان کنفرانس صلح، خودکفایی و اتصالات منطقه‌ای بود. یعنی کنفرانس در اینمی 3 بحث یا 3 محور مهم توجه کرد، ولی بحث صلح هم در بیانیه‌های افتتاحیه و هم در صحبت‌هایی که نماینده کشورها و وزرای خارجه و سازمان‌ها بیان کردند خیلی بارز و برجسته بود. می‌خوام براتون بگم که این کنفرانس یک زمان بسیار مهم دایر میشه. ما یک ماه قبل انتخابات پارلمانی در افغانستان پشت سر گذاشت و در بهار آینده انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو است. بنابراین وقت تدویر کنفرانس برای دولت افغانستان و برای جامعه جهانی مهم است. کنفرانس وعده دادن یا تمویل و حمایت مالی از دولت افغانستان نبود. 2 سال قبل، یعنی در اکتبر 2016 در بروکسل کنفرانس دایر شده بود، پلجینگ کنفرانس که تعهدات داده شد. بنابراین در این کنفرانس حکومت افغانستان پیشرفت‌های خود، دستاوردهای خود و تعهداتی را که داده بود در قبال به بررسی گرفت. بسیار خوب، ولی این توضیح شما در مورد خود کنفرانس، ولی اگر برگردیم به سوال خودم که حالا گام بعدی شما در رابطه با مصالحه با طالبان چی است؟ گام بعدی گفتمان است، گام بعدی صحبت است هم در داخل افغانستان برای تشکیل یک اجماع ملی در بین افغان‌ها با کشورهای همسایه و بالاخره با طالبان. این یک گپی که بسیار زیاد امروز واضح بود. اتحادیه اروپا، نماینده ارشد اتحادیه اروپا گپ زد و به تعقیبش اکثر کشورهای دیگه هم، کشورهایی که افغانستان در 17 سال گذشته تمویل و حمایت مالی کردنی، این بود که ما علاقمند هستیم که افغانستان در روند صلح و در روند پسا روند صلح کمک کنیم. دقیقاً، اول این کمک‌هایی که و حمایتی که از طرف جامعه جهانی بود واقعاً خیلی گسترده و وسیع بود. ولی چیزی که شما تاکید دارین بیشتر که باید روند صلح افغانی باشه، مالکیتش به دست شما باشه. بعضی از کشورها شک دارن که شما این توانایی رو داشته باشین که همچون یک روند پیچیده‌ای رو پیش برین. مثلا یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا به ما گفت که در یکی از جلساتی که شما داشتین عملا گفته که افغان‌ها شاید نتونن این توانایی داشته باشن. مقامات روسی بودن البته این حرف زدن. توانایی یک تعریف نسبی هست که توانایی نظر به اینکه کی گوینده از او هست، توانایی بر افراد و اشخاص مختلف و طرف‌های مختلف معناهای مختلف میده. آنچه که مهم است است که بر ما افغان‌ها
بر دولت افغانستان و بر مردم افغانستان. ما یک صلح پایدار و با عزت میخواییم. چطور میتونیم به این صلح دست بیاریم؟ اجازه بدین که تشریح بدم. ما در بیانیه ها شروع از بیانیه رئیس جمهور افغانستان تا بیانیه های تعقیبی از او تاکید سر ازی بود که ما یک صلح با عزت و پایدار میخواییم. برای ازی که صلح با عزت و پایدار باشه، صلح باید همشمول باشه. این تاکید شد و خوشبختانه اکثر کشورها همین تاکید کردند که صلح همشمول باشه. برای صلح همشمول مشخصا نماینده سازمان ملل و همچنان اکثر کشورهای دیگه گفتند که زنان، جوانان و اقلیت‌ها در روند صلح مهم است. چون ما صلح تنها به منظور ختم جنگ یا ختم حملات نیست. صلح یک صلح پایدار است. برای من می‌خوام که اینو هم بگویم. به طرف مقابل، به طرف طالبا بگویم که مهم ای است که افغانستان امی پارتنرشپ خود با جامعه جهانی ادامه بده. افغانستان نشان بده که پارتنر قابل اعتماد و پارتنر خوب و مناسب برای جامعه جهانی است. کشورها اعلان کردند که در صورت که صلح با همین شرایطی که صلح همه شمول باشه، صلح فراگیر باشه و صلح با عزت و پایدار باشه، ما افغانستان کمک میکنیم. افغانستان، دولت افغانستان حال و برای آینده خود برای کمک جهانی ضرورت داره و بنابراین ما در دراز مدت برای کشور با کمک های جامعه جهانی ضرورت خواهد داشتیم. من میخوام یک چیز دیگر هم بگویم. بحث قانون اساسی افغانستان بود. قانون اساسی افغانستان من حیث یک قاعده مثلا مطرح شد و اکثر کشورها گفتن به شمول افغانستان که قانون اساسی بر ما مهم است و هر تعدیل و تغییرات که میاد باید در تیمو میکنیزم هایی باید که در قانون اساسی پیش بینی شده. تشکر شما سرایا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس و همینطور نماینده دائم افغانستان در اینجا در سازمان ملل در ژنو از توضیحات شما. همونطور که خانم دلیل هم گفتن خوشبینی ها هم مطرح هست در بین بعضی از شرکت کننده هایی که در اینجا در این کنفرانس حضور داشتن و بسیاری ها معتقد هستند که ممکن است این روند به نتیجه برسه، هرچند بعضی ها همچنان شک دارند در مورد توانایی دولت افغانستان که بتونه این روند واقعا پیش ببره و چالش های بسیار بزرگی که بر سر راه خود این روند وجود داره، بعضی ها را تا حد هم آنقدر هم خوشبین نساخته که واقعا این روند بتونه به جای برسه. و گفتگویی که با آلیس ویلز یکی از مقام های ارشد وزارت خارجه آمریکا داشتم، از او در مورد این پرسیدم که او چقدر خوشبین هست که این روند به اصطلاح تحت رهبری افغانستان، روند صلح تحت رهبری افغانستان بتونه به یک جای برسه و موفق شوه. Well, I think there is reason to be optimistic, and you nailed it. It's because President Ghani. به نظرم دلایلی برای خوشبینی هست. چون رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی دکتر عبدالله پیشنهاد صلح ارائه کردند. به نظرم از فوریه پارسال فعالیت‌های جدی در روند صلح آغاز شد و این دولت افغانستان بود که پیشنهادش را برای آینده ارائه داد و پیش شرط هم نگذاشت. اینجا به ژنو هم که آمدیم دوباره دولت افغانستان است که پیشنهادهایی داده که شامل دادن اختیارات به یک گروه مذاکره کننده است و در مورد یک شورای مشورتی جامع هم حرف زده. دوباره دولت افغانستان است که سعی می‌کند یک چارچوب سیاسی سازنده و راهگشا ایجاد کند که بتواند مورد حمایت جامعه جهانی باشد. بنابراین من تعجب نمی‌کنم که این سطح از حمایت بین‌المللی را اینجا در ژنو شاهد هستیم. به نظر من راه باز است و حالا سوال اینجاست که آیا طالبان آمادگی دارد که قدم به این راه بگذارد یا نه. طالبان همواره گفتند که دولت افغانستان دست نشانده آمریکاست و حاضر به مذاکره با این دولت نیستند و خواهان مذاکرات مستقیم با دولت آمریکا هستند. به نظر من رفتار مردم افغانستان همه چیز را روشن می کند. وقتی که 4 میلیون نفر در انتخابات شرکت می کنند معلوم است که دولت دست نشانده نیست. این یک کشور دموکراتیک است که مردم در آن حق خود را جدی می گیرند.
امروز از خیلی ها از جمله از فعالان جامعه مدنی افغانستان که اینجا حاضر بودند در مورد اهمیت قانون اساسی و دستاوردهایی که داشته شنیدیم و در مورد نسل جدید رهبران جوان که در انتخابات پارلمانی هم معلوم بود. خیلی چیزها هست که باید از آن دفاع کرد. حالا طالبان باید ثابت کند که می‌خواهد بخشی از ساختار حکومتی افغانستان باشد. واقعیت این است که این دولت و جامعه بین‌المللی روشن کردند که طالبان را بخشی از جامعه افغانستان می‌دانیم و می‌توانند در آن نقش بازی کنند. اما باید تروریسم و خشونت را پس بزنند. این خشونت‌هایی که شاهدش هستیم، خشونت وحشتناک علیه غیر نظامیان و علیه زیرساخت‌ها، مکاتب و خطوط انتقال برق قابل پذیرش نیست و الان مسئولیت آن به عهده طالبان است که نشان دهد در مورد صلح و حفاظت از مردم افغانستان جدی است. And so the onus and the responsibility is on the Taliban right now to demonstrate that it's serious about peace and it's serious about safeguarding the Afghan people. So what's going to happen next? So will the talks گام بعدی چیست؟ آیا آمریکا به تلاش‌های موازی صلح همچنان ادامه خواهد داد؟ شما به عنوان اولین مقام بلندپایه آمریکا دیدار رودروی با طالبان داشتید و بعد از شما هم زلمه خلیلزاد چند بار با طالبان در قطر دیدار کرد. آیا این تلاش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت؟ موافقم که منصوب کردن زلمه خلیلزاد خیلی اهمیت دارد. او یک دیپلمات بسیار کارکشته است که افغانستان و منطقه را به خوبی می‌شناسد. این نشانه ای از جدیت دولت پرزیدنت ترامپ در جلو بردن و تسهیل روند صلح است. من کلمات را به دقت انتخاب می‌کنم. ما برای مذاکره از طرف دولت افغانستان اینجا نیستیم. هیچ کس نمی‌تواند این کار را بکند. افغان‌ها باید خودشان با هم مذاکره کنند. ولی ما می‌توانیم با صحبت کردن با همه طرف‌های درگیر نقش ایفا کنیم، چنانکه آقای خلیلزاد دارد این کار را می‌کند. او نقش مهمی در تسهیل روند و آوردن آدم‌ها به میز مذاکره دارد و در اطمینان دادن از اینکه اگر طرف‌ها به میز مذاکره بیایند، صلح امکان پذیر است. اینجا در ژنو هم جامعه جهانی جمع شده‌اند و در مورد افغانستان پس از صلح گفتگو می‌کنند. جامعه بین‌المللی یا آمریکا به افغانستان پشت نخواهد کرد. ما از آنچه در 1992 و 1998 گذشت درس گرفته‌ایم و می‌دانیم باید یک همکاری باثبات با افغانستان داشته باشیم و برای اینکه صلح به دست بیاید و دوام پیدا کند، باید به اوضاع اقتصادی توجه کرد. از گفتگوها اینجا در ژنو خیلی راضی هستم. آلیس ویلز بود، یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا که در گفتگوهای مستقیم با طالبان در قطر نقش مهم داشته. ممنونم داوود قاری‌زاده همکار ما که برای پوشش این همایش به ژنو رفته. خبر کوتاه، وزارت دادگستری آمریکا از صدور کیفرخواست علیه دو ایرانی به اتهام باجگیری رایانه‌ای از مؤسسات آمریکایی خبر داد. محمد مهدی شاه منصوری 28 ساله و فرامرز شاهی سوندی 34 ساله متهم هستند که با استفاده از باج افسار حدود 200 مؤسسه و سازمان دولتی را در آمریکا هک کرده اند و میلیون ها دلار به آنها آسیب زدند. این دو نفر به گفته مقام‌های آمریکایی ساکن تهران هستند. همزمان وزارت دارایی آمریکا تحریم‌هایی را علیه این دو نفر اعمال کرده. پیروز هنوچی بالاخره شهردار تهران شد. بعد از دو هفته که شورای شهر به او رأی داد، وزیر کشور هم حکمش را امضا کرد. گفته شده که وزارت کشور منتظر بوده تا وزارت اطلاعات هم صلاحیت آقای هنوچی را تایید کنه. آقای هنوچی معماری خوانده و سومین شهردار در دوره فعلی شورای شهر. جمعی از سناتورهای سنای آمریکا از غیبت جینا هاسپل رئیس سازمان سیا در نشست رسیدگی به قتل جمال خاشقچی و جنگ عربستان در یمن شدیداً انتقاد کردند. رابرت منندز یک سناتور دموکرات گفته غیبت خانم هاسپل که نوار قتل آقای خاشقچی را شنیده سرپوش گذاشتن بر ماجرای قتل اوست. در این نشست جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته که عربستان نقشی تعیین کننده در خاورمیانه دارد و نمی‌شود به این کشور بی‌اعتنا بود. رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان کنگره را تهدید کرده که اگر هزینه ساخت دیوار را در مرز مکزیک تصویب نکنند، دولت را تعطیل می‌کنند. دونالد ترامپ می‌گوید مبلغ 5 میلیارد دلار درخواست شده فقط برای ساخت دیوار در مرز مکزیک است و برای تجهیزات امنیتی دیوار پول بیشتری نیاز است. در ایران کاهش قیمت ارز در بازار آزاد ادامه دارد. قیمت هر دلار آمریکا امروز تا 11600 تومان پایین آمد که کمترین قیمت در حدود 3 ماه اخیر است.
به گفته فعالان بازار در روزهای اخیر میزان عرضه ارز افزایش یافته و بر تعداد فروشندگان اضافه شده و همین باعث کاهش قیمت شده. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته روند کاهش قیمت ارز ادامه پیدا می‌کند. جمشید دمویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا از شهر تاوزند اوکس ایالت کالیفرنیا آمریکا با ماست. آقای دمویی، علت این کاهش چیه؟ با درود به شما و همکارانتون و بینندگان رادیو و تلویزیون بی بی سی و تشکر از دعوتم برای این شرکت در برنامه‌تون. ببینید، برای اینکه من به این سوال شما بتونم یک پاسخ درستی بدم، اجازه بدید که خیلی سریع برگردیم به حدود 8 ماه 9 ماه گذشته. در اون موقع صحبت از این بود که ممکن آقای ترامپ دوباره مضایق اقتصادی برای ایران ایجاد کنه. در شرایطی بود که بازاری مقداری زیادی در حالت در واقع عصبی یا شنج به اصطلاح روانی بود. به نظر من هیچ شکی نیست که دولت ایران در اون موقع باید اون سیاستی که دنبال می‌کرد دنبال نکرد. ببینید، ارز در ایران عمدتاً توسط دولت به فروشندگان ارز، بانک‌ها و صرافی‌ها و غیره ارائه میشه. شکی در نیست. در نتیجه اون چه که شروع شد در اون ماه، در ماه فروردین اردیبهشت، تشنج رو ایجاد کرد که با اعلام در واقع برگشتن تحریم‌های اقتصادی به ایران، یک حالت به اصطلاح عصبی یا حالت روانی شدید رو در این بازار ایجاد کرد. و نتیجه اون شد که این ریال به اون سرعت در واقع ارزش کاهش پیدا کنه. ولی چطور میشه به این قضیه نگاه کرد؟ اصول اصلا چیه؟ ببینید، اصول به این صورت، شما اگه به دوره آقای روحانی نگاه کنید در تمام سالهای گذشته و اگه حساب کنید که تفاوت بین نرخ رسمی دولت ارز و نرخ بازار چقدره، این رو به صورت درصدی حساب کنید و اسمش رو بذارید به عنوان به اصطلاح پریمیوم یا در واقع عمل کرد، یک چیزی بین 10 تا 15% در ماکسیموم تا حدود 35% این تفاوت بوده. و دلیل داره که اینطوریه، برای اینکه در اون کسایی که این ارز رو میخرن به این قیمت پایینتر از نرخ، بالاتر از نرخ ارز، به این باورن که این براشون درسته. در واقع بازار این حرکت ها رو خیلی سریعتر میگه. اون چه که اتفاق افتاد و باعث شد که این پریمیوم از 35% در عرض چند هفته به 65% بعد بالاتر از 100% بره، مسلماً یک هنجاری است که این رو نمیشه در هیچ منطق اقتصادی با شرایطی که ایران اون موقع بوده و الان هست نگاه کرد. ببینید، اینها بستگی به اینه که ایران در اون موقع با مقدار سپرده‌های ارزی که داره، ذخایر ارزی که داشت، فروش نفت در اون موقع، این مسئله نباید اتفاق می‌افتاد. در طی ماهایی که منجر به این شد که آقای ترامپ میخواد فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، معلوم شد که این فروش نفت به صفر نخواهد رسید. در اون به اصطلاح مدت چند ماهی گذشته که قرار بود که 6 مرداد که قرار بود که دیگه تمام تحریم‌ها به صورت 100% انجام بشه، ما دیدیم که مقادیر زیادی از کشورها تونستن این اجازه رو بگیرن که ادامه بدن. مسائل کاهش قیمت نفت باعث شد که آمریکا این اقتصاد رو در واقع مقدار زیادی روش ترمز بذاره. بنابراین امروز فضای فکری و فضای روانی بازار فرق داره. به نظر من این قیمت کاهش پیدا کرد. وجود بازار کاهش پیدا میکنه آقای دمویی، فکر میکنید تا کجا پایین میره؟ اجازه بدید اینطوری بهتون بگم، اگر هنجاری باشه باید به صورت یک پریمیوم بهش نگاه کنیم. این در تمام مدت سیاه، من اینا تو برای سالهای خیلی زیادتر نگاه کردم. این چی که امروز دارید میگذره یه چیزی است که حتی نباید برای ماها طول میکشید. به نظر من این پایین خواهد. اما یه نکته دیگه هست، ما یه بازار دیگه داریم به عنوان بازار شناور. یعنی اون که الان ارز میخواد اینطوریه، اونهایی که با کالاهای اساسی دولت میده، اونهایی که قرار خودشون وارد کنن، قرار از این بازار بگیرن، چقدر به این بازار تزریق میشه؟ اون در رابطه با فروش صادرات غیر نفتیه که هر چقدر که نرخ پایینتر بره، مقدار تزریق به بازار شناور زیادتر میشه، کاهش قیمت باعث میشه که کسایی که بخوام بفروشن بیشتر بیان تو بازار. کی این حربه رو در دست داره؟ بانک مرکزی. به شرایط اقتصادی و جهانی در طی ماهای گذشته به نظر من این میتونه ادامه پیدا کنه. به نظر من به یک طریق اگه شما میانگین وزنی اونچه که در بازار شناور و بازار رسمی هست بگیرید و بخواید برای اون یک پریمیومی تعیین کنید، قاعدتا با تمام شرایط و مشکلات باید 40% باشه. نرخ تورم رو فراموش نکنید، در 2017 بود 9.4%، الان بیشتر از 2 برابر بسیار رسمی. اون هم تأثیر میذاره. اون چی که باعث کاهش ارزش ارز میشه،
تورم مقایسه‌ای بین اون کشور و اون کشوری است که ارزش وارد تعمیم بده. اونها هم در جهت کاهش ریال خواهد بود. آقای دمویی اگر که کوتاه لطف بکنید، فکر می‌کنید که قیمت تو چه اندازه‌ای به ثبات میرسه؟ ببینید من این رو نمیتونم به صورت جواب بدم، ولی به نظر من اگر بخواهیم اون میانگین رو چیزی حدود 6 تا 7 هزار دلار بگیریم، اگر بخواهیم یه پرمیومی حتی 40 تا 45 درصد روش بگیریم، به نظر من پایین اومدن اون تا حدود 9000 یا شاید هم مقداری پایینتر بالاتر کاملا قابل توجه. به نظر من باز اهرم دست بانک مرکزی. متشکرم از شما جمشید دمویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا. بحث استیضاح یا طرح شکایت از رئیس مجلس شورای اسلامی 2 روز است در مجلس مطرح می شود. کاری غیر متعارف که پیش از این سابقه نداشته. فرین آسمی نگاهی کرده به این موضوع. پروژه جدید جبهه پایداری در مجلس، آماده سازی طرح استیضاح وزیر خارجه و شکایت از رئیس مجلس. در 24 ساعت گذشته 2 بار امضای نمایندگان برای شکایت از علی لاریجانی به حد نصاب رسید و از حد نصاب افتاد. خود شما جلسه غیر علنی داشتید از ساعت استیضاح رئیس مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه است. نمایندگان معترض میگویند آقای لاریجانی نباید مستقیما مصوبه لوایح مورد ایراد شورای نگهبان درباره الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام میفرستاد و این مصوبه باید دوباره در مجلس بررسی میشد. ماده 24 آیین نامه مجلس میگوید هرگاه نمایندگان به نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیئت رئیس معترض باشند، می توانند در تقاضای کتبی هیئت رسیدگی به این اعتراض ها را تشکیل دهند. اگر اکثریت اعضای این هیئت به عدم صلاحیت رئیس مجلس رأی بدهند، عضویت او در هیئت رئیس تعلیق می شود و تا پایان دوره حق شرکت در انتخابات را نخواهد داشت. حسین علی حاجی دلیگانی و جواد کریمی قدوسی از طراحان استیضاح وزیر خارجه و رئیس مجلس هستند. آقای حاجی دلیگانی در توییتی تکروی‌های لاریجانی را دلیل این استیضاح نامیده. امضا کنندگان نامه استیضاح علی لاریجانی بیشتر نزدیک به جبهه پایداری هستند که طیف محدودی را در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دهند. از بزرگترین اشتباهات تاریخی جبهه پایداری از سرسخت‌ترین منتقدان دولت حسن روحانی است. در کنار آقای لاریجانی، محمد جواد ظریف هم از گزند مسئول نمانده. رفتار او زیر ذره بین رفته، چون گفته بود که در کشور پولشویی گسترده وجود دارد. البته او هوادارانی هم در بین اصولگرایان دارد، از جمله آیت الله مکارم شیرازی که گفته کسانی که با دشمن می‌جنگند نباید استیضاح شوند. به نظر می رسد طراحان استیضاح علی لاریجانی و محمد جواد ظریف خود به نتیجه زیاد امیدوار نیستند و هدفشان صرفاً قدرت نمایی یا آمادگی برای انتخابات آینده است. شما به ما پاسخ بدید. چنانکه حسین علی حاجی دلیگانی به روزنامه ایران گفته، ما باید وظیفه امان را انجام دهیم، نتیجه فرع است. فرین آسمی، بی بی سی. در ادامه 60 دقیقه نگاهی می‌کنیم به جدال‌های سرنوشت‌ساز در لیگ قهرمانان اروپا. کدام یک از مدعیان زودتر با جام خداحافظی می‌کنند؟ اووردوز یا بیش مصرفی جان 150 هزار نفر را ظرف 2 سال در آمریکای شمالی گرفته. علیرضا رضایی، طنزپرداز ایرانی در 44 سالگی در لیل فرانسه درگذشت. آقای رضایی از جمله به دلیل همکاری در برنامه پارازیت صدای آمریکا معروف بود. پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات 88 ناچار شد که ایران رو ترک کنه. شبنم شعبانی از زندگی او میگوید. مرگ تلخ است و مرگ در غربت تلخ‌تر. علیرضا رضایی یکی بود از صدها به اجبار کوچیده بعد از حوادث مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال 88. انتخابات 88 اما او را که در وبلاگش درباره نارامی‌ها و اعتراض‌ها می‌نوشت، مجبور کرد متنش را بگذارد و به فرانسه برود. رفتنی بی بازگشت. هر 4000 سال یک دفعه اصولاً ما ریستارت میشیم، میریم از اول دوباره. 88 اما شد آغاز فصل زندگی او به عنوان طنزپردازی تمام وقت که از خودش گرفته تا بالاترین مقام‌ها را از شوخی‌هایش بی‌نصیب نمی‌گذاشت. داریم ما مورد داریم، میگن این
فلانگسگ خامنه ایه. الان میگوید از کودکی آرزویش این بود که خنده به لب دیگران بیاورد. بعد یه دفعه یعنی انقلاب تا که تموم شد دیگه انقلاب بازی، من رفتن خونه، بعد یهو گفت برگشت گفت آقا کی انقلاب کرد؟ الا هر کی میپرسه کی انقلاب کرد همه انکار میکنن، اصلا کی ما انقلاب ما که نبودیم. هرچند میگفت و میخنداند اما به گواه نزدیکانش اندوه غربت ذوبش میکرد. همون نشون دهنده اینه که دروغه. یک بار در 18 سالگی سرطان او را تا دم مرگ برد. میگوید آن سال توانست نمیرد. رسونم خدا حافظ شما. آقا ششم آذر امسال در لیل فرانسه، اما برای او که در 23 اسفند 44 ساله میشد آخرین برگ زندگی بود. وسط وساطت کنن از سر پل سرات رد چه بد رفتش. افسرده با قلبی که بیمار شده بود اما تا آخر لبخند زد و لبخند به لب آورد. 2 پیش نوشته بود وقتی که مردم فقط منو ببرید ایران. مرگ در غربت اما شاید پیچیده تر از زندگی در غربت باشد. تا آنجا که هنوز معلوم نیست پیکر علیرضا رضایی سرانجام در موطنش آرام خواهد گرفت یا نه. همکارم حسین باستانی اینجا همراه منه. حسین، برای اونایی که کارهای علیرضا رضایی رو دنبال میکردن با اون طنزش با اون خنده هاش، مرگش خیلی شوک‌آور بود. چه شد؟ ببینید اون به شدت وضعیت جسمانیش وخیم بود. خب میدونید که به هر حال تو شبکه‌های اجتماعی هم خودش عکسشو گذاشته بود. پارسال قلبش رگ‌هاش به شدت گرفت و مجبور شد بستری بشه برای اینکه رکای قلبش رو باز بکنن. واقعا وضعیتش لب مرز بود. در 18 سالگی خب بیماری شدیدی گرفته بود که کاملا اونطوری که خودش میگفت ازش قطع امید کرده بودن. نوعی سرطان تشخیص داده شده بوده که به هر حال روی دستگاه گوارشش به شدت تاثیر گذاشته بود. حالا به طرز غیر منتظری خوب میشه، ولی خودش این اواخر معتقد بود که در واقع عوارض اون داره الان بیشتر اذیتش میکنه و تأثیر جدی روش گذاشته. از همه اینا بدتر این بود که به شدت افسرده بود. یعنی به هر حال او هیچ وقت، نمیخوام بگم که از غربت و از در واقع بودن در غربت خوشش نمیمد، متنفر بود. او واقعا داشت در ایران زندگی میکرد، دوست نداشت که نمیتونه برگرده ایران. برای اینکه افسردگی رو کنترل بکنه خب قرصای ضد افسردگی میخورد، قرصایی که عجیب و غریب نبودن. یعنی به هر حال ممکنه داروخانه ها هم بدن به افراد، ولی در حجم وحشتناکی میخورد. و خب خودش معتقد بود که احتیاج نیست که مثلا برای این مسئله بره بیمارستان بستری بشه. میگفت خودم درستش میکنم. تا همین اواخر هم اینو میگفت که به هر حال این اتفاق نیفتاد. این بحث افسردگی برای برخی ها خیلی سنگین تره و مهم اینه که راجبش حرف زده بشه، در موردش آدم های دیگری هم اگر کسانی رو که راجبشون میبینن راجب افسردگی صحبت بشه. اما خیلی صمیمی بودین با هم، سالیان سال با هم در کنار هم رشد کردین. چطور شخصیتی میدیدیش؟ ببینید با وجود تمام چیزهایی که در موردش ممکن بود عقاید مختلف داشته باشیم، ولی ویژگی هایی داشت که اون ویژگی ها جذب میکرد فرد رو. اولا میخوام بگم پشیزی براش اهمیت نداشت که جریان ها گروه ها راجبش چی فکر میکنن. خط قرمزی که داشتیم بود که هر آنچه که فکر میکنی میخواد بگه رو به هر لحنی که دلش میخواد بگه. و حتی با جاهایی هم که همکاری میکرد خط قرمزش این بود که مطلقا میگفت من مشکلی ندارم با هر جایی کار کنم، ولی مطلقا نباید وارد این عرصه بشن که به من بخوان تعیین تکلیف بکنن. یه طنزپرداز واقعی، یک طنزپرداز واقعی بود و حالا هزینه‌اش هم حاضر بود بده. کما اینکه خب موردی بود که یه کامنت کوچیکی در مورد یکی دو تا از کاراش یکی از جاهایی که باش کار میکرد بهش داده بودن و فوری همکاریش رو قطع کرد. و خب دوستانش اصرار میکردن که خب شما جای جدید رو پیدا بکن بعد از جای قدیم بیا بیرون، ولی به سرعت این همکاری رو قطع کرد و خب به هر حال فشار اقتصادی سنگینی هم روش اومد. ولی خب اینجور موارد وقتی تصمیم میگرفت که کسی نمیتونست تصمیمش رو عوض بکنه. یک ویژگی دیگری هم که داشت این بود که او با وجود زبان بسیار تند و گزنده‌ای که در کارهاش داشت، به لحاظ شخصی بسیار محجوب و خجالتی بود. من میتونم اینو شهادت بدم که در طول تمام سالهایی که باهاش در تماس بودم، من هرگز حتی یک مثلا جوک مستهجن ازش نشنیدم، حتی یک کلمه دارای بار جنسی ازش نشنیدم. این چیزی بود که ویژگی شخصیش بود، بسیار محجوب و خجالتی بود.
خب خیلی از کسی که کاراشو دنبال میکردن یا رو شبکه های اجتماعی دنبالش میکردن شاهد عشقی که به مادرش داشت بودن دیگه، مامان علی. یه علاقه خیلی عجیبی داشت به مادرش که واقعا تو این دوره و زمانه کم ممکنه پیدا بشه. به تمام معنا عاشق مادرش بود و خب در مقابل مادر که خب مادری به شدت مذهبی بود، یک افسر بازنشسته نیروی هوایی بود مثل پدر علیرضا رضایی که چند سال پیش فوت کرد که او هم افسر بازنشسته نیروی هوایی بود، یک عشق عجیب و غریبی و یک تسلیمی عجیب و غریبی در مقابل مادرش داشت و بسیار محجوب بود. البته وقتی که جلوی دوربین می اومد، وقتی که اجرا می کرد، به هیچ کس و هیچ چیزی رحم نمی کرد. خیلی ها بعد از این که خبر فوتش منتشر شد شروع کردن از خاطرهاش گفتن، مثلا خیلی از این که چقدر حواسش به بقیه بود، کمک مالی میخواست بکنه. در این حال خیلی از توییت ها و حرف هاش هم دوباره بازتولید شد، به ویژه یک توییت که در سال 2016 دو سال پیش کرده بود و از برگشت به ایران میگفت. بله دیگه، خب مضمونش خب خیلی تکان دهنده بود، اینکه تهش این بود که همین حالا دارن میبینن بینندگان البته اون من که مردم جسدم از همون در پشتی فرودگاه ببرید بندازید تو بیابون خدا، جکو جونه برای تغذیه کنن خوشحال بشن، فقط منو ببرید ایران. در واقع داشت به عمق وجودش این رو بیان میکرد که حالا خیلی از حرفای جدیش هم مردم شوخی میگرفتن، طنز تلقی میکردن که چقدر نمیخواد تو غربت باشه و چقدر دوست داره که در واقع تو ایران باشه. به هر حال خانوادهش تصمیم خواهند گرفت که چه اتفاقی بیفته، جسد به ایران برگرده یا برنگرده، و اونها هستن که تصمیم نهایی خواهند گرفت که تا حالا فکر نمی‌کنم که این تصمیم رو گرفته باشن. ولی خب این معادله دو بخش داره، یکی این که او کجا می‌خواست باشه و خانواده‌اش کجا می‌خوان، یکی اینه که به هر حال اون کسایی که تو ایران تصمیم می‌گیرن چه تصمیمی بخوان بگیرن. شما دیدید دیگه از دیشب که خبر فوت علیرضا رضایی اومد، فضای شبکه‌های مجازی ایرانی فارسی ترکید. این حجم از واکنش که افرادی با گرایش‌های مختلف نشون دادن که واقعا آدم احساس می‌کرد افرادی با تفکرات کاملا متفاوت اصطلاحاً جیگرشون آتیش گرفته از این داستان. اما یه اقلیتی رو هم شما از اظهار نظرهای هشدار دهنده می‌دیدید که اونها ممکنه اقلیت باشن، ولی همون کسایی هستن که تشخیص میدن تو این خاک کی زندگی بکنه، کی زندگی نکنه، کی خارج شه، کی وارد شه، جنازه کی بیاد، جنازه کی نیاد، و اگر جنازه کسی اومد بهش بی‌احترامی بشه یا نشه. بخش مهمی اونها هستن که اونها هم تعیین کنندن. طبیعتاً وقتی که بخواد تصمیم گرفته بشه همه اینها باید در نظر گرفته بشه و نهایتاً خانواده‌اش تصمیم نهایی رو خواهند گرفت. ممنونم حسین باستانی. اگر بینندگان نشیدن، به خاطر سابقه دوستی شدید و صمیمانه‌ای که با هم داشتید ما به سراغ تو اومدیم. ممنون حسین. این روزها فعالان و متخصصان محیط زیست در دو استان ایران از رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست شکایت کردند. آنها میگویند عیسی کلانتری برخلاف تشخیص معاونان و کارشناسان سازمانش مجوز ساخت شهرکی توریستی را در یک منطقه حفاظت شده صادر کرده. فعالان خوزستان و کهگیلوی و بوی رحمت میگویند مجوز ساخت و ساز در منطقه تنگ تکاب غیر قانونی است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. میگویند نیروهای آریا برزن هخامنشی در تنگ تکاب و خائیز مقاومت جانانه ولی ناکامی را در برابر قوای مهاجم اسکندر مقدونی به نمایش گذاشتند. اما حالا در این منطقه جدالی دیگر در گرفته که مانند جدال این دو گوزن خائیزی، مدیران و متخصصان محیط زیست را در برابر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست قرار داده. فعلا زور رئیس بیشتر است، ولی چشم حیات وحش این منطقه به شورای هماهنگی تشکل‌های زیست محیطی خوزستان و کهگیلوی بوی رحمت دوخته شده که به دادستان کل کشور نامه نوشتند و از عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست شکایت کردند. دلیل شکایت این نامه است: خطاب به مدیران استانی اداره محیط زیست که برخلاف تشخیصشان در تنگ تکاب و خائیز شهرک توریستی احداث کنند. جناب آقای لاهی جانزاده، جناب آقای جعفری نژاد، طرح گردشگری تنگه تکاب را اجرا کنید و هیچ نیازی به تهران و دیگر معاونت ها ندارید. شما دستور فوق را اجرا کنید. عیسی کلانتری در توجیه تصمیم بی سابقه خود روز بعد از این دستور چنین گفت: من با وجود تفویض اختیار به استان ها جلوی تصمیمات غیر منطقی را می گیرم، چون این اختیار را از خود سلب نکردم و ممکن است گاهی از 100 تصمیم استان دو تصمیم وتو شود. و یکی از آن دو تصمیم دستور ایجاد یک شهر بازی بزرگ توریستی در تنگ تکاب و خائیز و نزدیک به رودخانه مارون در نزدیکی سد این رودخانه است.
مانند این مجتمع که در آن سوی سد مارون که حفاظت شده نیست ساخته شده. اما تنگ تکاب و خائیز حفاظت شده هستند. صدها سال است که خانه هزاران گونه جانوری در کشوری بودند که در پناه آرامش این منطقه زاد و ولد می کند و میراث طبیعی ایران را تداوم می دهد. برای عیسی کلانتری و متحدش غلام رضا شریعتی استاندار خوزستان، جذب سرمایه گذاری و اشتغال کوتاه مدت حرف اول را می زند. با پلن 7 به ما مجوز دادن که کار بسیار ارزشمندیه. سرمایه گذاری بالای 100 میلیارد تومان هست. تحقیقات بی بی سی نشون داده اون سرمایه گذاران خصوصی دو برادر تاجر اینجا در شهر بهبهان هستند. برادران کدخدا بعد از ساخت مجتمع تجاری آریاگان در شهر بهبهان کلی در این شهر شهرت پیدا کردند. اما حالا چشم برادران کدخدا به بیرون از شهرشون دوخته شده، به منطقه حفاظت شده تنگ تکاب و خائیز و همینطور رودخونه مارون که منتهی میشه به سد بزرگ مارون. اونها گفتن که میخوان یک شهر بازی در این نقطه بسازن که با تلکابین گردشگران رو بر فراز رودخانه به یک روستا به اسم روستای پشگر ببره. یکی از دو برادر کدخدا در سال 1390 در مصاحبه با یک نشریه محلی بهبهان چنین گفت: در منطقه تنگ تکاب یک مجتمع اقامتی تفریحی سیاحتی رو به شکل یک دهکده توریستی پیش بینی کردیم که ویو اون دریاچه سد مارون باشه. قبلا قرار بود در منطقه خارستان پارک آبی ایجاد کنیم که متاسفانه شورای شهر نتونست این موضوع رو حذف کنه. ساخت یک دهکده توریستی در تنگ تکاب و خائیز هنوز هم برای مدیران زیست محیطی منطقه قابل هضم نیست. نه الان نه از 7 سال پیش که میگویند ویلاسازی‌های غیر مجاز و شبانه در خائیز شروع شد. حالا با شکایت تشکل‌های زیست محیطی باید دید اراده نظام در دوراهی جذب توریست و حفظ مناطق بکر کدام است. اگر ملاک گفته‌های رهبر ایران خطاب به مدیران زیست محیطی باشد، تصمیم روشن است. شهر بازی درست کردن و جذب نمیدونم عرض کنم که گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرزه علمیه. سال هاست که مهمترین مشکل محیطبانان خائیز محافظت از این منطقه در برابر شکارچیان غیر مجاز بود. اما شاید محافظت در برابر هجوم تراکتورها و لودرها و جرثقیل به این منطقه آسان نباشد. مدیران محیط زیست منطقه امیدوارند دارکوب و شاهین و کل و آهو و بز جای خود را به دریاچه موزیکال و باغ سنتی و اقامتگاه تفریحی ندهد و به جای شهر بازی در تنگ تکاب تنها بازی در این منطقه مختص به تیکوهای آن باشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. تا حدود نیم ساعت دیگه آخرین مسابقه های هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا آغاز میشه. در بین 6 مسابقه باقی مانده دو دیدار حساسیتی فوق‌العاده دارند و ممکن است در همین مرحله گروهی باعث حذف مدعیان شوند. پوریا جافره گزارش می‌دهد. با آمدن سرمای زمستون لیگ قهرمانان اروپا به نقطه اوج مرحله گروهی نزدیک میشه، جایی که سرنوشت تیم‌های صعود کننده به دور حذفی تعیین میشه. گروه بندی و نتایج امسال طوری بوده که همینجا ممکنه بعضی از مدعیان قهرمانی جا بمونن. یکی از اونها به صورت بالقوه میتونه در بازی پاریس سن ژرمن و لیورپول باشه. شکست تیم پرستاره پاریس در انگلیس و بعد شکست لیورپول تیم پر افتخار انگلیس مقابل ستاره سرخ بلگراد باعث شده همه تیم‌های این گروه از جمله ناپولی همچنان شانس صعود داشته باشند. ولی در پارک دو پرنس شکست پاریس سن ژرمن در صورت برد ناپولی به معنی خداحافظی زود هنگام قهرمان فرانسه خواهد بود. هم نیمار و هم امباپه به این بازی میرسن. هیچ مشکلی نیست. هر دو تا این 2 روز رو تمرین کردن و بازیکن‌های تیم اصلی هم هستن. هیچ ریسکی هم نمی کنیم. اونا برای این بازی آماده هستن. همه از اول می دونستن این گروه چقدر سخته. ما هیچ وقت از این که گروه سخته نق نزدیم. منفی هم راجع بهش فکر نمی کنیم. همش منتظر بودیم که بیایم پاریس رو بازی کنیم. خیلی کم پیش میاد که اینجا به زمین بریم. کار سختیه ولی ما با هر حریفی می تونیم روبرو بشیم. در یک پایتخت اروپایی دیگه هم یکی از مدعیان قهرمانی میتونه کنار بره. در استادیوم ومبلی تاتنهام در خونه موقتش با اینتر بازی میکنه. فقط در صورت پیروزی تیم لندنی در جام باقی خواهد موند و البته بعد از برد هم باید در اسپانیا جلوی بارسلونا نتیجه بگیره.
در واقع بین 16 تیمی که امشب به میدون میرن، این فقط بارسلوناست که صعودش به مرحله حذفی رو حتمی کرده، که نشون میده نتیجه گرفتن در تورنمنتی که از نظر خیلی ها بهترین بازی های باشگاهی دنیاست چقدر سخته. پوریا جعفر، بی بی سی. اپیدمی اووردوز یا بیش مصرفی فقط در 2 سال گذشته جان 150,000 نفر رو در آمریکای شمالی گرفته. خیلی از خانواده‌هایی که اعضاشون رو در جریان این بحران از دست دادن از وضعیت عصبانی‌اند. آنها میگویند قوانین مبارزه با مواد مخدر باید اصلاح شود. در قسمت پایانی مجموعه فنتانیل، امیر پیام به دیدار چند مادر داغدار رفته که در کنار هم انجمنی تشکیل دادند تا سیاستمداران کانادایی را وادار به حل بحران فنتانیل کنند. در ونکوور اولین امدادگرانی که به محل حادثه اعزام میشن آتش نشانان هست. ما هم به سانحه و هم موارد پزشکی پاسخ میدیم. حتی اگر حضورمون مفید نباشه میریم که مردم احساس حمایت کنن. این برای خانواده و قربانی هم دلگرمیه. پایگاه شماره 2 آتش نشانی ونکوور یکی از شلوغ‌ترین پایگاه‌های آتش نشانی در تمامی قاره آمریکای شمالی است. اونها در طول 2 سال گذشته به طور متوسط هر ماه بیش از 1100 تلفن دریافت کردند. بیشتر اووردوزا تو دانتان ایست ساید اتفاق میفته، اما اونایی که بیرون از این محله اووردوز میکنن 4-5 برابر بیشتر در معرض خطر مرگن، برای اینکه تو تنهایی مصرف و اووردوز میکنن و نالوکسان هم تو خونه ندارن یا اینکه شرم دارن از مصرفشون به اطرافیان چیزی بگن. بیا تو شری، ما مشغول فیلم برداریم. هیچ چیز مثل از دست دادن بچه نیست. من همیشه گفتم مرگ اولا روی ذره ذره وجودم اثر گذاشته. اولا مدتی بود که اعتیاد داشت. دسامبر 2015 گویا هروئینی تزریق میکنه که فنتانیل داشته. و با وجود اینکه تنها نبوده موقع مصرف، اما رفیقش زود میره. اولا رو بعداً توی راه پله پیداش کردن. میدونین مهمترین چیز تنفس مصنوعی تا آمبولانس برسه. اگه هم نخواستین دهن به دهن تنفس بدین، لباستون رو بکشید روی دهنتون. اسم من لوزیو سالیوانه. پسرم پاتریک و ژانویه پارسال با اثر اووردوز از دست دادم. چیز زیادی ندارم بگم جز اینکه انگار زمین رو یهو از زیر پاتون میکشن کنار. من 3 بچه دارم. بچه کوچکم تریستن اووردوز کرد. 21 سالش بود. از 15 سالگی اعتیاد داشت. من به گروه مادران علیه آسیب پیوستم چون دنبال راهی برای سر کردن با مرگ برادرزاده‌ام جاستین بودم. جاستین تیر پارسال بر اثر اووردوز با فنتانیل درگذشت. این کنیه، اینجا 10 سالشه. اینم مری جینه. بخش مهمی از کار ما مبارزه با داغ و ننگ اعتیاده، تا بلکه مردم بتونن به اعتیاد به عنوان یک بیماری نگاه کنن و نه جرم. بعضی روزا کم میارم چون ما داریم تقریبا هر روز عضو میگیریم. با همه امکانات و رفاهی که ما تو خونمون داشتیم، با همه کتاب خوندن‌ها و خدماتی که برای بچه‌هامون فراهم کردیم، باز اعتیاد به خونه ما اومد. میدونید داغ فرزند یا دلنگرانی والدین برای بچه ناخوش یه حسی است که طبقه اجتماعی، نژاد و زبان نمی‌فهمه. داغ فرزند، داغ فرزنده. قصه‌دار شدن مادر و پدر، قصه‌دار شدن مادر و پدر. گروهی که این مادران از 2 سال پیش تشکیل دادند، الان بیش از 500 عضو دارد. اونها علاوه بر کمک به همدیگه برای تحمل داغ از دست دادن عزیزانشون، به صورت فعال در اطلاع رسانی و کمک به مراکز تحقیقاتی و پیشگیری از اووردوز هم حضور دارند. جنیفر، can you hear us?
ما در بریتیش کولومبیا و کانادا متوجه شدیم سیستم بهداشتی و پزشکی ما در زمینه دانش اعتیاد و مواد خلأ داره. برای همین کار ما اینجا تهیه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های آموزشی بر اساس تحقیقات دانشگاهی و تجربیات بالینیه. به همین علت هم همیشه گروه‌های مرجع، یعنی والدین، اعضای خانواده، افراد تحت درمان و معتادان فعلی و بهبودیافته رو در تهیه این متون مشارکت میدیم. ما اینجا نقش مدافع حقوق معتادان رو ایفا می‌کنیم تا سیاست‌گذاران رو وادار به اصلاحات کنیم. هدف اصلی رسیدن به خدمات درمانی و مراقبتی بهتر برای معتاد، ننگ‌زدایی و رعایت شأن معتاد توی مطب دکتر و بقیه جاهاست. هدف اصلی ما جرم‌زدایی از معتاده. البته در بلند مدت به دنبال قانونی کردن همه مواد هستیم تا افرادی که نیاز به مصرف مواد دارند بر اثر مسمومیت مواد خیابونی نمیرن. آتشی که اینها به سینه دارن انرژی بی پایانی بهشون داده برای عوض کردن اوضاع و فشار به سیاستمدارها. نمیتونم بگم چقدر از شما ممنونم. ما به شما افتخار میکنیم. ونکووری که من 10 سال پیش ترک کردم خیلی بشاشتر از امروز بود. فنتانیل در 4 سال گذشته این شهر رو تا مرز استیصال پیش برد. با این حال این بار که اینجا رو ترک میکنم ته دلم کمی قرص‌تر از دفعه پیش، چرا که جنب جوشی در همه لایه‌های این شهر به جریان افتاده که دیر یا زود یک انقلاب دیگر رو در تاریخ مقابله با اعتیاد کلید خواهد زد. انقلابی که کف مطالباتش جرم‌زدایی از مواد و پاک کردن داغ از چهره معتاد. جنبشی که اینجا آغاز شده مثل دهه 90 میلادی الگوی بسیاری از نقاط جهان خواهد شد. نقاطی که دیر یا زود، آماده یا ناآماده، باید منتظر ورود فنتانیل به بازار مواد مخدر خودشون باشند. پیام بی بی سی ونکوور. نمایی بخش خبری. شب بخیر. ممنون که با بی بی سی فارسی همراهید.